سلام خدمت همه دوستای گلم، انشالله حالتون خوب باشه و سلامت باشید و خسته نباشید از آخرین آزمونی که برگزار کردید، امروز آزمون قلمچی و میخوایم تحلیل کنیم درس فیزیکو مثل هر هفته. سطح سوالات به نظر من بالا در حد کنکورهای 99 و 400، اگه بالاتر نگم واقعا سطح سوالات به نظر من از هفته قبل خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود و به فارسی سخت اگه بخوام بگم توی یه سری مباحث واقعا دانش آموزو جر داده بودن. خیلی سوالات خوشگل، یه جاهایش واقعا توی حرکت شناسی مخصوصا سنگین، دانش آموز نباید توی چاه حل سوال میافتاد. سوال اول، سوال دوم، میبینیم حالا بررسی میکنیم که چقدر سوالات میتونه سخت و واقعا در این سختی جای فوق العاده زیبا باشه. بریم تحلیل داشته باشیم ببینیم وضعیت چجوریه. و اینو بگم الان که دارم ضبط میکنم ساعت 11:30 است، پاسخنامه ای هم نیست، یعنی پاسخ خودمه، چیزی هم که دارم مینویسم پاسخ خودمه، امیدوارم که غلط نداشته باشیم و 100% همه مباحث رو درست بگیم. سوال 181 میگه متحرکی از حال سکون و از مبدا مکان با شتاب ثابت 4 متر بر مجذور ثانیه در جهت مثبت محور x شروع به حرکت میکند. 2 ثانیه بعد متحرک ب با سرعت ثابت از مبدا مکان در همان جهت میگذرد. حد اکثر تندی متحرک ب چند متر بر ثانیه باشد تا از متحرک آ سبقت نگیرد؟ عجب سوال جالبیه. نکنید بچه ها، فرض کنید این محور ایکس ما باشه. اوکی، این محور ایکس باشه، اینجا هم مبدا باشه، متحرک آ از اینجا شروع به حرکت میکنه، اینجایی که من ضرب در زدم، به مدت 2 ثانیه با شتاب 4 حرکت میکنه. بچه ها 2 ثانیه با شتاب 4 حرکت کنه، شما اگه بیایید دلتا ایکس مساوی است با 1/2 آتیدو بنویسید، 8 متر حرکت میکنه میاد اینجا، این محور ایکس. الان که رسید اینجا متحرک آ، متحرک بی تازه یادش میفته باید با سرعت ثابت از همین مبدا شروع به حرکت کنه، با وی بی شروع کنه به حرکت به اینجا. خب حالا میگه حداکثر این وی بی چقدر باشه که اینا از هم سبقت نگیرن، بی نتونه سبقت بگیره از آ. بچه دقت کنید ببینید بیانی که من میخوام داشته باشم چی هستش. یه نمودار XT اینا رو از لحظه 2 ثانیه به بعد با هم چک کنیم. از کی به بعد؟ از 2 ثانیه به بعد. بچه XT شون رو اگه بخوایم چک کنیم خیلی حرفه‌ای تر میتونیم سوال رو جواب بدیم. این X، این T از 2 ثانیه به بعد ما بررسی میکنیم. از اینجا به بعد چیزی که من کشیدم 2 ثانیه اول دیگه من پیاده کردم روی این، میخوام بررسی کنم سوالو. بچه متحرک آ نمودارش چجوری میشه؟ سهمی میشه. چرا؟ چون شتاب ثابته. از اینجا به بعد ما میدونیم توی زمان صفر، الان دیگه صفر، از اینجا به بعد من بررسی میکنم توی 8 متری مبدأ، پس قاعدتا نمودارش همین چیزی میشه، سهمی رو به بالا. چرا رو به بالا؟ چون شتابش مثبته. حالا دقت کنید اینجا رو واسه نمودار ببینید، من چقدر حرفه‌ای میخوام اینو بگم. شما میبینید اگه این XT V باشه، چون که سرعت ثابته خط میشه اینجوری باشه، اصلا سبقت نمیگیره، اصلا نمیرسه به اون نارنجیه، نمیرسه. اگه بیشتر بشه سرعت سبقت میگیره، ولی اینجا دیگه سبقت نمیگیره. چه اتفاقی افتاد؟ نمودارها با هم مماس شدن. آها، حالا پس من میام میگم مکانهاشون رو بنویسم، این واسهش یه دونه XA بنویسم، آبی رنگم که واسه B XB بنویسم که سرعت ثابت حرکت میکنه، مساوی هم بذارم، به زبان ریاضی اینا بر هم مماس بشن. یعنی چی؟ یعنی معادله‌ای که تشکیل میشه باید دلتاش صفر باشه. XA شتاب ثابته، مینویسم مساوی میشه با 1/2 A2 و صفر تی به اضافه X صفر. 1/2 A شتابش 4 در تی به توان 2 به اضافه. بچه سرعتش الان اینجا چند بود؟ شتابش 4 متر بر مجذور ثانیه بود، درسته؟ 2 ثانیه گذشت، اینجا سرعتش دقیقاً سر 8 متری 8 متر بر ثانیه است. 8 تی به اضافه مکان اولیش الان چند؟ مکان اولیش 8. ما مبدا رو همون مبدا خودمون در نظر میگیریم. این مساوی میشه با وی بی در تی. وی بی که نمیدونم چنده، تی هم که زمان دیگه. خب این معادله باید ریشه مضاعف داشته باشه، این دلتاش صفر باشه. پس این مساوی میشه با 2 تا T2 وی بی رو من بیارم این طرف، میشه 8 منهای وی بی در تی به اضافه 8 مساوی 0. خب بچه ها ریشه مضاعف یعنی دلتا، یعنی بی 2 منهای 4 آسی مساوی است با 0. بی ضریب تی میشه 8 منهای وی بی به توان 2 منهای 4 آسی مساوی است با 0. من منهاشو میبرم اون طرف مثبت بشه، این میشه 4 تا آسی A2
38. پس اینجا 8 8 تا میشه 64 تا. اگه ما یه جذر بگیریم 8 منهای وی بی مساوی میشه با مثبت منفی 8. اوکی، شما اگه بیایید مثبت 8 رو بذارید وی بی شما میشه 0. از قابل قبولی سرعت بی نمیتونه 0 باشه. خب ولی اگه منفی شو در نظر بگیرید وی بی شما مساوی میشه با 16. جواب ما میشه گزینه 3. از این حرفه ایتر نمیتونستیم این سوال سخت رو حل کنیم. دو متحرکه است، دو متحرکه که یکی شتاب ثابته. سوال 82. به به، شبیهش خیلی ساده تر توی کنکور 97 تجربی بوده ولی خب این سطحش بالاتره. نمودار شتاب مکان متحرکی که در مبدأ زمان یعنی لحظه صفر از مبدأ مکان با تندی 10 متر بر ثانیه در خلاف جهت محور x حرکت میکند مطابق شکله. مسافت طی شده توسط متحرک از لحظه صفر تا لحظه ای که دومین بار متوقف میشه یعنی بار دوم سرعت صفر میشه چند متره؟ بچه‌ها نگاه کنید، از اینجا شروع کرده اومده اینجا بعد برگشته اومده جلو. یه بار دیگه ببینید، از اینجا شروع کرده اومده اینجا بعد برگشته اومده جلو. اوکی شد؟ یعنی مکانش اینجوری باید تشخیص بدیم. چرا برگشته؟ قاعدتا اینجا یک بار سرعتش صفر شده، اینجایی که من ضرب در زدم یه جا سرعتش صفر شده. بیام اینم بار اول که سرعتش صفر شده. بچه‌ها مگه نمیگه سرعتش منفی 10؟ بله. چرا منفی؟ چون خلاف جهت محور یک، سرعت منفی 10. بنا باشه صفر بشه سرعت با شتاب مثبت 2 حرکت کرده 5 ثانیه طول میکشه. خب چقدر جابجا شده تو این مدت؟ میانگین سرعت شما میشه چند؟ صفر و منفی 10 میشه منفی 5. 5 ثانیه حرکت کرده، پس جابجایی شما میشه سرعت متوسط منفی 5 ضرب در 5 ثانیه منفی 25. یعنی اینجا منفی 25، اینجا منفی 25. از اینجا به بعد، از اینجا به بعد چه سرعتی داره؟ صفر. سرعتش آروم آروم زیاد میشه. چرا؟ چون شتابش مثبت. الان سرعت زیاد میشه، میرسه به یه سرعتی نهایتاً تا اینجا. ببینم چقدره. بچه از منفی 25 تا 75 چقدر جابجا میشه؟ یعنی اینجا رو دقیقاً. آفرین، 100 تا جابجا میشه. شتابش هم 2، چیزی هم به اسم زمان خب من ندارم. سرعتش هم اینجا من فهمیدم صفر بار اول متوقف شده. ببینم سرعتش تو 75 متری مثبت چند میشه. یه دونه مستقل از زمان میزنم. میگم سرعت اولیه صفر، سرعت ثانویه نمیدونم، سر 75 متر واقعا من نمیدونم سرعتش چنده، به توان 2. منهای سرعت اولیه که صفر، صفر به توان 2 نمینویسم، مساویه با 2 تا آ چنده؟ 2. دلتا ایکس ما چنده؟ از منفی 25 تا 75 100. این میشه 400. پس من نتیجه میگیرم سرعت سر 75 متری مساوی میشه با جذر 400، 20 متر بر ثانیه، مثبت 20 متر بر ثانیه. از اینجا به بعد شتاب عوض میشه، از 75 متری تا 125 متری که به اندازه 50 متر قرار جابجا بشیم شتاب ما میشه منفی 4. بیام ببینم سرعت اینجا چند میشه، اصلا ببینم سرعت کی صفر میشه، اینجوری بگم ببینم آیا توی این با شتاب منفی 4 سرعت صفر میشه یا نه. سرعت چنده؟ 20. من میخوام ببینم آیا سرعت صفر میشه، چون قطعا باید اینجا اتفاق بیفته دیگه، سرعت میاد پایین شتاب منفیه. اگه سرعت صفر بشه با شتاب منفی 4 چقدر طول میکشه؟ 5 ثانیه. چقدر جابجا میشیم بچه‌ها؟ سرعت متوسط 20 و 0 میانگینش میشه 10، 10 ضرب در 5 میشه 50 متر جابجا میشیم. بچه‌ها از 75 50 متر جابجا بشیم میشه چند؟ دقیقاً میشه اینجا. یعنی وقتی که ما به اینجا میرسیم سرعت توی 125 متری میشه 0. آها، تموم شد. پس برای دومین بار سرعت 0 شد. چقدر مسافت طی کرده؟ داشته باش اینو. یه 25 تا رفت عقب، یه 100 تا اومد جلو این 125 تا. از 75 هم تا 125 50 تا اومد جلو میشه 175 متر. بزن گزینه 1 از این سوال حرفه‌ای. واقعا سوال 183 خیلی احتمال داره همچین سوالی توی کنکور بیاد و واقعا هم از اون سوالاتی که قشنگ دانش آموز مسلط میزنه این سوالو. میگه نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت میکند مطابق شکله. اگر اختلاف تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط در 12 ثانیه ابتدایی یک باشه، یک متر بر ثانیه، تندی متحرک در لحظه تی مساویس با 12 چقدره؟ بچه این که میگه اختلاف تندی متوسط و سرعت متوسط میشه تو 12 ثانیه ابتدایی میشه یک، یعنی این، یعنی اس اوریج منهای وی اوریج، قطعا اس اوریج بزرگتره دیگه. میدونیم تندی متوسط بزرگتر مساویه، وقتی که میگه بزرگتر بزرگتره دیگه، این میشه یک. خب میدونیم یه مخرج دلتا تی اون اس و وی دارن، ضرب در 12 کنم نتیجه میگیرم ال منهای دلتا ایکس یعنی جابجایی، مسافت منهای جابجایی مساوی میشه با 12 متر. اینو داشته باش.
الان من میام این XT رو تبدیل میکنم به VT. چرا؟ چون که VT تبدیل کنم خیلی دستم بازه و خیلی کارهای خوشگل میتونم انجام بدم. XT تبدیل میشود به VT. بچه ویتیش چه شکلی میشه؟ شیب اولیه نمودار منفیه و دهانش رو به بالاست، پس با سرعت منفی میاد بالا میزنه، تیر رو قطع میکنه، یه همچین چیزی میشه. تا کجا اما پیش میریم داستانو؟ تا اینجا که 12 ثانیه است. خب این از این. آقا بیام ببینم اطلاعات شکل چیه که استفاده نکردم هنوز. از منفی 18 میبینم توی 12 ثانیه به 30 رفته، یعنی دلتا ایکس ما چقدره بچه‌ها؟ دلتا ایکس 48، یعنی این دلتا ایکس اینجا 48، یعنی جابجایی ما 48. پس من نتیجه میگیرم ال یعنی مسافت میشه 60 متر. 48 میره اون طرف، منفی 48 با 12 جمع میشه، میشه 60 متر. اینجا رو من اس 1 میگیرم، اینجا رو من اس 2 میگیرم. خب ببینیم دیگه چی میتونیم بنویسیم الان. S1 S2 بچه‌ها مگه جا به جایی 48 نیست؟ بله. پس من میتونم بگم S2 منهای S1 هم 48. مسافت چی؟ مسافت مگه 60 نشد؟ بله. S2 به اضافه S1 هم 60. اینجا من جمع کنم طرف اینو، دو تا S2 مساوی میشه با 128. S2 مساوی میشه با 64. امیدوارم اشتباه نکرده باشیم. این S2 مساوی میشه با 64. خب این 64 بچه. S2 64. S1 هم الان به دست میاد. یک لحظه. 108. چرا 128؟ اینجا میشه 108. تقسیم بر 2ش میشه 54. دیدم اطلاعاتش جور نیست. اینجا هم میشه 54. خب بچه ها. الان S2 54 جمعش با چه عددی میشه 60؟ خب اینجا هم 6 میشه قاعدتا، این S1 هم 6 میشه. نسبت مساحت ها به درد ما میخوره، تشابه دیگه، دوتا مثلث متشابه. بچه 54 به 6 میشه چند؟ میشه 9. این نسبت مساحت هاست، یه جذر بگیریم میشه 3. 3 میشه نسبت اضلاع. بچه من نیازمند این زمان ها هستم. این اگه تی باشه، خب این طرف 3 برابرشه، میشه 3 تی. پس من نتیجه میگیرم این نسبت 3 به درد من میخور. بچه ها 3 تی به اضافه تی میشه 4 تی، تی 4 تی مساوی 12 میشه، پس تی مساوی 3 ثانیه میشه. کل ماجرا این بود، تموم شد سوال. خب حالا از مساحت ها استفاده کنیم. بچه ها این تی شد 3. 3 واسه این مثلث پایین قاعده است، قاعده دب در ارتفاع تقسیم بر 2 باید بشه 6. اینجا اگه 12 باشه، اگه چند باشه؟ 4 باشه، 4 تا 12 تقسیم بر 2 میشه 6. اوکی، سرعت رو از من توی این نقطه خواسته، توی 12 ثانیه. خب تموم شد، کاری نداره. شما شتاب رو دارید الان، شتاب میشه شیب این خطی که من صورتیش میکنم، شتاب مساویه با 4/3. بچه سر 3 ثانیه سرعت چنده؟ 3 تا 12 چقدر فاصله داریم؟ 9 ثانیه. شتاب چنده؟ شتاب چنده؟ 4/3. 9 ضرب در شتاب کنید، خب میشه 3/4 تا 12 متر بر ثانیه. سرعت در لحظه 12 ثانیه میشه. خیلی خوب بود، سوال عالی بود، ولی خب شبیهش توی کنکورهای 1-2 سال اخیر اومده. اون حرکت شناسی سطحشون همش بالا، اصلا ساده نداشتیم برخلاف هفته قبل. 184. مطابق شکل جسمی با نیروی F به دیوار قائم فشرده شده و در حال سکون است. خب بچه همین الان من سری نتیجه میگیرم. یه FN وجود داره، FN هم 50. این یک وزنی بهش وارد میشه به اندازه 25 نیوتن، چون سکون الان FS داره، FSش هم 25. خب میگه اگه نیروی افقی F بدون تغییر جهت 20 تا کم بشه، بچه حالت جدیدش 20 تا کم بشه، قاعدتا من پاکش نمی کنم، فقط اینجا می نویسم 30 نیوتن. FN ما هم توی حالت جدید میشه 30 نیوتن. اگه این اتفاق بیفته، نیرویی که از طرف دیوار به جسم وارد میشه چند برابر میشه؟ بچه توی حالت اول نیرویی که میدونیم، نیرویی که دیوارم به جسم وارد میکنه، منظورش آره واکنش سطحه. نیروی آر من میدونم ناشی از FN 50 و FS 25. خب دوتا نیروی عمود برهمه، یکیش 50 است اینجوریه، یکیش هم 25 به سمت بالا، برایند اینا فیثاغورسی. اما سرعتی حساب کنیم، میگه کوچیکه رو مینویسم، ضرب در رادیکال 2 میشه برایند ما. اوکی، همون توان 2 بنویسی رادیکال بذاری. حالت دوم FN شده C،
و ضریب استکاک رو شما میبینید چنده؟ ضریب استکاک 6، ضریب استکاک ایستایی 6 دهم. شما نمیدونید این حرکت میکنه یا نه توی حالت دوم، مجبورید بیاید اف اس ماکس حساب کنید. اف اس ماکس میشه مو اس اف ان، مو اس 6 دهم، اف ان تو حالت جدید سیه، این میشه 18 نیوتن. بچه وزن چقدره؟ 25 نیوتن. 25 بیشتر از 18، پس این حرکت میکنه. یعنی استکاک حاکم بر مسئله دیگه ایستایی نیست حالت دوم، بلکه جنبشیه، مقدارش هم مشخصه. موکا اف ان، موکا رو به شما داده نیم، اف ان هم سیه، پس میشه 15 نیوتن. یعنی توی حالت دوم یه دونه نیروی 30 نیوتن به عنوان اف ان داری که از دیوار به جسمه، یه دونه استکاک داری که 15 نیوتنه. براینده اینا کوچیکه رو بنویس، یه دونه رادیکال دو، یه دونه رادیکال 4 بذار. چرا من بار اولم اشتباه گفتم؟ این 50 باشه، این 25 کوچیکو می نویسیم، یه دونه رادیکال 5 میذاریم، یعنی توان دو بزنی همین برابر میشه. رادیکال 2 که میذاریم وقتی که برابر باشن، اینجا میشه 15 رادیکال 5. خب حالا میگه این چند برابر اینه؟ 15 25 به 5 بزن 3، پنجم جوابش میشه گزینه یک. واسه ما شبیه کنکور 98، شبیه کنکور 400، خیلی از این سوال اومده، واقعا هم احتمال داره باز تکرار بشه. سوال 185 چتربازی، چقدر سوال خوبیه این. میگه چتربازی به جرم 90 کیلو، به جرم 90 کیلو یعنی وزنش 900، از یک بالون به سمت پایین میپره. در لحظه‌ای که چتر باز میشه نیروی مقاومت هوا یعنی FD طبق رابطه این به دست میاد. اگر در لحظه 5 ثانیه بزرگی شتاب چتباز این مقدار باشه و در لحظه تی مساویس با 25 با تندی حدی در حال سقوط باشد، بزرگی شتاب متوسط چتباز بین این دو لحظه چقدره؟ بچه شتاب متوسط میخواد باید دلتا وی به دلتا تی حساب کنی. دلتا تی که مشخصه از 5 تا 25 میشه 20 ثانیه، یه دلتا وی میخواد باید سرعت ها رو تو این دو لحظه داشته باشی که اصلا کم کنی. لحظه ای که به سرعت حدی میرسه، سرعت حدی ما میدونیم سرعت حدی به معنای اینکه برآیند نیروها صفره، یعنی افنت شما صفره، یعنی اون وزنی که داره با نیروی مقاومت برابر میشه. بچه 90 کیلوه، وزنش میشه 900 نیوتن، پس این دقیقا همون افدیه، یعنی افدی هم رابطه واسش داده، این مساوی 36 وی دو میشه. پس من اگه یه جذری بگیرم سی مساوی میشه با 6 تا وی و من نتیجه میگیرم سر لحظه‌ای که به سرعت حدی میرسه سرعتش چقدر؟ 36، یعنی وی مساوی است با 5 متر بر ثانیه. این واسه کیه؟ واسه لحظه 25 ثانیه است. اما میگه توی 5 ثانیه شتابش 80، او شتاب 80، خب 80 قطعا شتاب به سمت بالا چتر باز شده، شتاب انقدر زیاده. بچه‌ها به سمت پایین نهایتا قبل از باز کردن چتر توی خلاء اصلا باشه شتابش 10 به سمت پایین، خب 80 نمیتونه شتاب به سمت پایین باشه. اون حالتی که شتاب به سمت بالا و 80 هستش، من آ رو میگیرم 80، میام قانون دوم نیوتن مینویسم، میگم چتباز چه نیروی بهش وارد میشه؟ یه دونه وزن بهش وارد میشه، من چتباز رو دیگه نمیکشم، 900 نیوتن به سمت پایین، یه دونم اف دی به سمت بالا وارد میشه. اف نت ما مساوی میشه با اف دی منهای 900 مساوی میشه با ام آ، ام 90 شتابش هم 80، 9 9 تا 81 2 0. پس نتیجه میگیریم اف دی، درست نوشتیم ام آ رو، 8 90 تا 7، چرا 8100، 8080 من گرفتم، 72 اف دی مساوی میشه با 8100 نیوتن. پس من نتیجه میگیرم توی این لحظه اگه اف دی رو داشته باشم میتونم مساوی 36 وی دو بذارم، یعنی 8100 مساوی با 36 تا وی دو. اعداد جذر خورن خوشبختانه، یه جذر میگیریم، 81 جذرش میشه 9، این میشه 90 مساوی با 36، جذرشو بگیریم یه 6 میمونه و وی، یعنی وی مساوی میشه با 96 15 متر بر ثانیه. بچه ها سرعتم توی لحظه 5 ثانیه 15، توی 25 ثانیه 5، چقدر اختلاف دارن؟ 10 تا. توی چه مدت این اتفاق افتاده؟ 20 ثانیه. پس شتاب ما مساوی میشه با 1/2، یعنی نیم گزینه یک واسه ما. عجب سوال خوبی بود، عجب سوال خوبی بود. سوال 186 کاملا در راستای کنکور دوستان، و در این حد آماده باشید برای این سوالات. مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 2.5 کیلوگرم روی سطح افق دارای استکاکی با سرعت ثابت در حال حرکت و طول فنر در این حالت 24. اینجا طول فنر 24، سرعت ثابت هم حرکت میکنه. در یک لحظه جهت نیروی قائم F1 را بدون تغییر اندازه آن عکس نموده و
و اندازه نیروی F2 افزایش می دهیم تا همچنان حرکت جسم سرعت ثابت یک نواخت باشه. در این حالت طول فنر چند سانتی متر میشه؟ طول عادی فنر هم گفته 20، مویکا 14 و جی هم گفته 10 بگیرید. خب بچه‌ها نگاه کنید، حالت اول سرعت ثابت حرکت میکنه. این سرعت ثابت حرکت کنه قطعا یه اصطکاکی وجود داره. اصطکاک میشه موکا اف ان. پس ما نیازمند اف ان هستیم، چون 2.5 کیلوگرم یه 25 نیوتن وجود داره و اف ان باید 20 باشه به سمت بالا، چون اون 5 نیوتن وجود داره. پس موکا اف ان ما، موکای ما 4 دهم ضرب در 20 میکنیم، 4 دهم ضرب در 20 که مساوی 8 میشه. چون سرعت ثابت حرکت میکنه، این F2 که کای فنر در تغییرات طول فنر هستش، اینم مساوی 8 میشه. کا نمیدونم چنده. دلتا ایکس بچه‌ها طول عادیش 20، توی این لحظه 24 4 سانتی متر مساوی 8. پس کا مساوی میشه با 2 نیوتن بر سانتی متر. کارو به دست آوردم. حالت دوم میگه بدون تغییر اندازه جهت این F1 عوض میشه. این F1 میشه 5 تا به سمت پایین، این بشه 5 تا به سمت پایین. FN ما عوض میشه، میشه 25 تا این بار، معذرت، میشه 5 تا به سمت پایین. این 25 هم اینجا بود، میشه 30 تا. FN ما میشه 30 نیوتن. خب بچه این بشه 30، بازم سرعت ثابت بخواد حرکت کنه، اصطکاک هم دیگه این عوض میشه. چرا؟ چون که ممکن موکا FN جدید، موکا 14، FN ما چنده؟ FN ما این بار 34 تا میشه 12 نیوتن. پس الان نیروی فنر که کا دلتا ایکس میشه و کاش میدونیم 2 نیوتن بر سانتی متر، ضرب در دلتا ایکس جدیدش مساوی 12. دلتا ایکس جدید تغییر طول چند میشه؟ میشه 6 سانتی متر. طول عادی چند بود؟ 20. 6 تا اضافه کن بهش میشه 26. جواب شما میشه گزینه 3. سوال 187 دینامیک هم تموم شد. سوالات دینامیک هم سوالات جونداری بود، سوال سادان چنان نبودن. 187 نمودار مکان زمان نوسانگری مطابق شکل شتاب این نوسانگر در لحظه تی مساوی با 2.15 چند متر بر مربع ثانیه است؟ شتاب خیلی احتمال داره کنکور امسال بیاد. شتاب مساوی میشه با منفی اومگا 2 ایکس. میدونیم ایکس مثبت باشه شتاب منفی، ایکس منفی باشه شتاب مثبته. از نمودار برن سراغ اومگا. اومگا رو به دست بیارم، بعد معادله مکان رو بنویسم، ایکسش رو به دست بیارم، داستان دیگه حل شده. نگاه کنید شما میدونید این 3 دهمی که به من داده واسه خوشگلی نیست. خب اینو داده که تی رو به دست بیارم. این 3 دهم مساوی با 3 تا تی 4م شد. چرا؟ چون که 3 تا از این نیم قله ها وجود داره، در واقع 3 تا تی 4م. 3 با 3 میره، نتیجه میگیرم تی مساوی میشه با 4 دهم، یعنی اف مساوی میشه با 10 4م. ما چی رو میخوایم؟ اومگا. اومگا مساوی با 2 پی F. 2 پی ضرب در F که 10 چهارم. خب میشه 20 پی چهارم میشه 5 پی. من اومگا 2 رو میخوام، میشه 25 پی 2 و پی 2 رو گفته 10 بگیرید، پس اومگا 2 میشه 250. خب بچه معادله مکان ما چی میشه؟ X مساوی است با A کوسینوس اومگا تی. اومگا که میشد 5 پی ضرب در تی. A چنده؟ 4 سانتی متر. 4 سانتی متر 400 ضرب در کوسینوسه. بچه‌ها توی لحظه فلان از ما پرسیده بیام چی رو جایگزین کنم؟ جایگزین کنم فکر میکنم خیلی خوب باشه. کوسینوس 5 پی تی چنده؟ 2.15. اوکی ببینیم مکان چی میشه اینجا. میشه 400 کوسینوس 10 پی 15. من به 5 بزنم اینا، این 5 این 5 میشه 2 تا پی سوم. بچه ها 2 پی سوم دایره مثلثاتی تو ذهنتون بیارید میشه 120 درجه. سینوس 120 با سینوس 60، کوسینوس 120 چه جوری میتونم به دست بیارم؟ کوسینوس 120 همون کوسینوس 60 فقط منفیش، یعنی میشه منفی 1/2. پس این مساوی میشه با منفی 400 ضرب در 1/2. منفیش حواست باشه. پس اینجا برای ما عددی که به دست میاد میشه منفی 200. حواست باشه مکانت منفی شد، شتابت مثبته، یعنی باید مثبت ها رو بزنی. و اینم از این تموم شد. شتاب رو جایگزین میکنیم، میشه منفی اومگا 2 ایکس، اومگا 250 ضرب در 200 که منفیش میره میشه مثبت، میشه 500. عدد 5 واسه ما به دست میاد. درست نوشتیم؟ بله، ایشالله که درست اشتباه محاسباتی نداشته باشیم. سوال 188 چقدر محتمل این سوال؟ چقدر محتمل کنکور امسال بیاد؟ عجیب و غریب. دور تناوب و آونگ ساده یک ساعت آونگ داری یه ثانیه است. چیش یه ثانیه است؟ آونگ یه نوسان میکنه یه ثانیه.
طول این آونگ رو 44% افزایش میدیم. در مدت 1 دقیقه این ساعت چند ثانیه جلو یا عقب میافتد. بچه ها ما میدونیم دور تناوب آونگ تی مساوی است با 2 پی ال به جی. وقتی که ال زیاد بشه قطعا تی زیاد میشه، تی زیاد بشه ساعت عقب میفته، چون که رفت و برگشتش بیشتر طول میکشه و عقب میفته، یعنی دوتا رد میشن به همین سادگی. چقدر عقب میفته؟ میگم تی ثانویه به تی اولیه مساوی با رادیکال ال ثانویه به ال اولیه. میگه 44% زیاد شده، پس میشه 1.44 زیر رادیکال جذر میگیرم، تی دو مساوی میشه با 1.2 ضرب در تی یک. تی یک 1 ثانیه است، پس تی دوی من نتیجه میگیرم مساوی میشه با 1.2 ثانیه. بچه قبلا توی 60 ثانیه دورش هر 1 ثانیه بود 60 تا نوسان انجام میداد. الان توی 60 ثانیه با دوره 1.2 چند تا نوسان انجام میده؟ 50 تا. از کجا فهمیدی ایرانی؟ ان مساوی با دلتا تی، یعنی زمان شما 60 تقسیم بر 1.2، این مساوی 50 میشه. هر دقیقه پس 10 تا از اون عقربه اون رفت و برگشت آونگ جا میمونه و 10 ثانیه عقب میفته، میشه گزینه 4. 189 سوال نقش موج، بازم عالی، خیلی خوب سوال، کاملا استاندارد کنکور، رنگ و بوی کنکور داره. شکل مقابل نقش موج عرضی در یک ریسمان کشیده را نشون میده. حداقل زمان لازم برای آنکه نقطه M از این لحظه به نقطه N برسد. بچه ها M توی ماکسیموم نوسان خودش به مرکز برسه. میگه این حد اکثر 1/4. حواست باشه از ماکسیموم خودش میخواد به مرکز برسه نوسان میکنه دیگه. شما میدونید به اندازه تی 4 این طول میکشه و این تی 4 1/100، یعنی اینجا این جمله خواسته به شما تی رو بده که میشه 400. میگه اگه نیروی کشش ریسمان انقدر باشه جرم هر سانتی متر ریسمان چند گرم، یعنی باید شما بری دنبال اون جرخ چگالی خطی تناب. آقا تی 400 بیایم دیگه از اطلاعات استفاده کنیم. شما میبینید این فاصله ای که به ما داده، اوکی، این 5 تا لاندا 4 5 تا لاندا 4 شده 40، 40 رو با 5 میزنم میشه 8، لاندایی که به دست میاد میشه 32 سانتی متر. تی رو هم داریم، ما میتونیم وی رو به دست بیاریم. وی مساوی چی میشه؟ وی مساوی میشه با لاندا به تی، 32 صدم به تی که 400، 32 4 میشه 8. و ما میدونیم این سرعت مساویه با اف تقسیم بر مو. خب اف هم به ما داده 64، من 64 رو جایگزین میکنم جذب بگیرم، 8 با هم میرن، یه توان 2 بزنم 1 مساوی میشه با 1 بر مو. مو یا چگالی خطی ما میشه 1 کیلوگرم به ازای هر مترش، یعنی 100 سانتی متر خب 1000 گرمه، 1 سانتی مترش چند گرمه؟ خب مشخصه دیگه، تقسیم بر 100 میکنیم، 1000 تقسیم بر 100 میشه 10، گزینه 4 واسه ما. 190، شخصی که در فاصله 10 متری یک چشمه صوت قرار داده خود را به فاصله 2 متری میرساند، در این حالت تراز شدت صوت برای این شخص چند دسیبل تغییر میکند؟ خب شما میدونید وقتی که این اتفاق میفته باید اختلاف ترازها رو بنویسید. می تراز ثانویه منهای تراز اولیه مساوی است با 10 تا لگاریتم آی ثانویه به آی اولیه، ولی خب ما اینجا اصلا آی نداریم، پس به جای آی ها بهتره نسبت فاصله ها توان دو هم عکسش رو بنویسیم. فاصله ثانویه بچه ها باید بیاد مخرج، درست میگیم؟ فاصله آره دیگه، آی دو به آی یک، پس فاصله ثانویه ما میاد مخرج و فاصله اولیه ما هم میاد اینجا. چرا دی و پنج دی می نویسم؟ چون که 5 توی ذهنم، 10 متر به 2 متر، فاصله ثانویه میاد مخرج 2 متر، فاصله اولیه 10، یه توان 2 میگیره. نتیجه میگیرم تغییراتی که من دنبالشم چند دسیبل تغییر میکند مساوی با 10 تا لوگاریتم 25. خب لوگ 2 رو داده 0.3، باید از این استفاده کنید. 10 تا لوگ 25 رو من می نویسم 0.4، این مساوی میشه با 10 تا لوگ 100 بچه ها میشه 2 منهای لوگ 4، لوگ 4 هم میشه 2 تا لوگ 2، 4 رو توان 2 می نویسم 2 میاد پشت، 2 تا لوگ 2 یعنی 0.6. خب این میشه 1.4 ضرب در 10 میشه 14 دسیبل تغییرات داریم، افزایش هم هستش، شبیهش خیلی بوده. سوال 191، یک سوال خیلی خوب از بحث
شکست امواجه. کاش بیاد همچین چیزی واقعا. دانش آموزی که کار کرده به حقش میرسه، خیلی هم سخت نیست. تیغه متوازی و سطوحی به ضخامت دی و ذریب به شکست رادیکال 3 در هوا قرار دارد و پرتو نوری مطابق شکل به آن فرود می آید و از وجه مقابل آن خارج می شود. اگه پرتو پس از لحظه ورود 5 نانو ثانیه طول بکشه تا از تیغه خارج بشه، دی چند سانتی متره؟ خب بچا پرتو وارد بشه، وارد شیشه میشه، مسیرش اینجوری نیست، خب میشکنه، اینجوری خارج میشه، میرسه اینجا. فقط شما قبلش باید بیاید این زاویه ها رو مشخص کنید که بتونید زمان رو حساب کتاب کنید. این زاویه رو از قانون شکست میرید حساب میکنید، اسمشو من میذارم تتو، هر جوری بلدی. خب این زاویه این طرفم به درد من میخوره، 60 درجه. ان 1 چنده بچه‌ها؟ من رابطه‌ای که استفاده میکنم میگم ان 1 سینوس زاویه محیط اول ما که سینوس 60 میشه رادیکال 3 دوم، ان 1 هم چون هوای میشه 1 مساوی با ان 2، ان 2 چنده؟ ضریب شکست محیط رادیکال 3 ضرب در سینوس اون زاویه که من نمیدونم چنده، سینوس تتا. رادیکال 3 با هم میرن، نتیجه میگیرم سینوس تتا واسه من مساوی با 30 درجه میشه. اوکی، من چیو میخوام؟ اون مدت زمانی که توی اون شیشه داره حرکت میکنه، شیشه گفت یا محیط شفاف گفت، هر چی گفت، مدت زمانش رو بخوام به دست بیارم بچه ها، باید بیام طول این خط آبی رنگ رو به دست بیارم که اسمش رو مثلا من میذارم L، بیام بعد تقسیم بر سرعت توی اون محیط کنم، سرعت توی محیط هم من میدونم میشه CNO، یعنی این T که من میخوام میشه N ضرب در L تقسیم بر C. اینو که داریم ضریب شکست رادیکال 3، سی رو هم که داریم 3 ضرب در 10 به توان 8. اون الو باید بر حسب ضخامت بنویسیم، ضخامت بیاد توی بازی، چون که ضخامت رو میخوایم به دست بیاریم دیگه. ما میدونیم، حواس ما باشه که اون الی که من دنبالشم، این ال برابر با دی تقسیم بر کوسینوس تتا، یعنی کوسینوس 30 درجه. پس این مساوی میشه با رادیکال 3 ضرب در دی، یه 3 ضرب در 10 به توان 8 داریم، یه دونه کوسینوس سی هم رادیکال 3 دوم میاد مخرج رادیکال 3 دوم. این رادیکال 3 با این خط میخوره، 2 میره بالا میشه 2 سوم 10 به توان 8 رو میارم بالا، 10 به توان منفی 8 دی، جوابش گفته میشه 5 نانو ثانیه، 5 ضرب در 10 به توان منفی 9. پس ما نتیجه میگیریم، 10 به توان منفی 9 منفی 8 میزنیم، 10 به توان منفی 1 میمونه، جواب ما دی مساوی با 15 دوم ضرب در 10 به توان منفی 1 متر. و مشخص گزینه چی میشه؟ میشه گزینه 2 چند سانتی متر از ما خواسته، میشه 7.5 متر، میشه 75 صدم متر، اشتباه نکنیم، بله، که مساوی با 75 سانتی متر. چقدر روتین حل شد؟ چرا روتین حل شد؟ چون شبیهش خیلی بوده. سوال 192 سوال سختیه به نظر من، چالشیه. انرژی الکترون در مدار N در اتم هیدروژن این مقداره. در صورت گذار الکترون به تراز های پایین تر نسبت حد اکثر تعداد فوتون های گسیلی در رشته براکت که N پریم 4 و حد اکثر تعداد فوتون های گسیلی در رشته بالمر که N پریم 2 توسط این الکترون کدام است؟ بچه ها من اول باید ببینم کدام ترازه. انرژی ما میدونیم انرژی تراز انوم مساوی با منفی ای آر به ان دو، اینو خوباش مشکل نداریم، این عدده برای ما مشخصه، شده منفی 34000. من 34000 رو به این کسری بنویسم، منفی 34000 این مساوی با ای آر 13.6 یه منفی داره تقسیم بر ان به توان 2. شما از اینجا میتونید انو به دست بیارید، ان دو مساوی میشه با 1000 ضرب در 13.6، من می نویسم 100 ضرب در 136 تقسیم بر 34، 34 با 136 ساده میشه، میشه 4، N2 میشه 400، N مساوی با 20. ما تو تراز 20 هست، میگه تعداد فوتون های گسیلی که به 4 بیاد. بچا توی 20 باشم، من تعداد فوتون هایی که به 4 میاد چجوریه؟ میتونه از 20 بیاد به 4، میتونه بیاد 19 بعد از 19 بره به 4، یعنی از 19 حرکت کنه به 4 بره، کلا باید مقصد 4 باشه دیگه. و من میدونم مثلا 18 به 4 میتونه، 17 به 4 میتونه، الی آخر تا چند؟ تا 5 به 4 بره. این چند تا فوتون میشه؟ این میشه 16 تا. از 5 تا 20 بشماری، خود 5 هم هست نگی 15 تا، میشه 16 تا. و تعداد فوتون هایی که توی بالمر باشه بچه ها، از 20 به 2 بره،
چه میدونم از 19 به 2 بره، از 18 به 2 بره، الی آخر از چند به 2 بره. حالا افتاده پشت کله ما، یکم بیاریم این طرف در، یکم بیاریم این طرف در، از 20 به 2 بره، از 19 به 2 بره و الی آخر از 3 به 2 بره. این چند تا میشه؟ از 3 تا 20 میشموری میشه 18 تا. سوال میگه 16 چند برابر 18 است که میشه 8 نهم. گزینه 3 جواب ما. سوالش ایدهش جدید بود، واقعا سوال خوبی بود. 193 یه سوال حفظی گفته کدام یک از موارد زیر از نارسایی های مدل بور به شمار می رود؟ عدم سازگاری با اتم های هیدروژن گونه این غلط اتفاقا جز خوبی هاش بود. عدم ارائه تصویر از چگونگی حرکت الکترون به دور هست این مال رادرفورد بود، غلطه. عدم توانایی محاسبه انرژی یونش اتم هیدروژن غلطه، تواناییشو داشت. عدم توانایی در توجیه متفاوت بودن شدت خط های طیف گسیلی که این نارساییش حساب میشه گزینه 4 به همین راحتی. سوال بعدی، اگر مدت 4 نیمه عمر 150 گرم از یک ماده پرتوزا واپاشی بشه، چند نیمه عمر دیگر باید بگذرد تا 5 گرم از آن باقی بماند؟ بچه ما میگیم فرض کنید مقدار اولیه ما M0 بوده، 4 تا نیمه عمر بره میشه M0 دوم، میشه M0 چهارم، یه نیمه عمر دیگه میشه M0 هشتم، یکی دیگه بره میشه M0 شونزدهم. 4 تا رفت بچه ها، M0 شونزدهمش مونده، چقدرش رفته؟ 15 شونزدهم M0 رفته. میگه این 150ه، اینقدر واپاشی شده، پس من نتیجه میگیرم M0 مساویه با 160 گرم میشه. M0 میشه 160 و چیزی که من اینجا دارم 10 گرمه. خب حالا میگه چند تا دیگه بگذره 5 گرم بمونه، خب باید یکی دیگه بگذره که 5 گرم بمونه. چند نیمه عمر دیگه بگذره که 5 گرم بمونه؟ یکی. جوابش میشه گزینه 1. میرسیم به فیزیک پایه. سوالات خوبی داشت فیزیک پایه انصافا و کاملا در راستای کنکور. بر روی یک صفحه بار منفی 2 میکروکولون در مبدأ مختصات و بار 8 میکروکولون در نقطه‌ای به مختصات x 2 8 و y منفی 6 ثابت شدند. این بار Q3 کجا قرار بگیره تا به حالت تعادل در بیاد؟ خب نکتهش خیلی تکراریه. ما میدونیم اگه بیایم بارها رو رسم کنیم توی صفحه مختصات، اون بار سوم باید یه جایی قرار بگیره که نیروی بهش وارد نشه و میدان صفر باشه اونجا، و میدونی دو تا بار همنام وسط بارها و دو تا بار ناهمنام خارج بارها این اتفاق میفته. بار Q1 منفی 2 میکروکولون اینجا قرار گرفته توی مبدأ، اما بار Q2 توی x8 و y منفی 6 قرار گرفته. یعنی من اگه بخوام همچین چیزی رو رسم کنم، بار 2 ما اینجا میشه xش مثبت 8 و اینجاش منفی 6. اوکی، یعنی مهمه که الان شما عقلتون کار کنه و بدونید این فاصله 6 8 میشه 10 سانتی متر. یه بار منفی 2 میکروکولون اینجا دارم و یک بار مثبت 8 هم اینجا دارم. بچه بین دوبار صفر میشه میدان یا خارج دوبار؟ خارج دوبار، چون ناهمنامن. کجا؟ نزدیک بار کوچکتر. یعنی اون باری که باید قرار بگیره باید بیاد روی این مسیر و اینجوری قرار بگیره، روی اینجا خارج دوبار و اینجا هم میشه اتفاقا. نکته مهمی که وجود داره، شما باید بدونید فاصله ها رو بخواید به دست بیارید. حالا من فکر میکنم یه کوچولو کج کشیدم ولی مهم نیست. فاصله چجوری به دست میاد؟ نسبت بارها 8 و 2 نسبت شن میشه، میشه 4. جذب بگیر میشه 2. این به چه معناست؟ به معنای اینه که این فاصله از 8 باید 2 برابر فاصله از 2 باشه. خب مشخصه وقتی که اینجا 10 باشه، اینجا رو من x بگیرم، مثلا اصلا z بگیرم، هر کوفتی بگیرم، باید 10 به اضافه z به z مساوی 2 بشه. نتیجه بگیرم 2z مساوی با 10 به اضافه z بشه، z مساوی 10 باشه، این فاصله هم باید 10 باشه. یعنی مختصات رو من بخوام به دست بیارم یه چیزی باشه که فیثاغورسش 10 بشه، یعنی 6 و 8 داشته باشیم. ببینم کدومش درسته. الان ما میدونیم x هامون باید منفی باشه، یعنی x مثبت رد میشه برای ما. 4 و 3 هم میشه 5، 4 و 3 هم میشه 5. فقط گزینه 4 میتونه جواب باشه واسه ما و تمام. گزینه 4. سطح سوال متوسط. 196 عالی این سوال. مطابق شکل ذره بارداری با بار کیو و جرم ام بین دو صفحه رسانای موازی در حال تعادله. پس اینکه به معنی در حال تعادل این ذره ما، اگه این ذره باشه به معنای اینه که یه نیروی وزن به سمت پایین داره به این وارد میشه
و یه نیرویی که ناشی از میدان الکتریکی بین دو صفحه است به سمت بالا به این وارد میشه. و شما اگه دقت کنید میبینید که میدان ما اینجوری است، از مثبت به منفیه. چرا؟ چون اینجا مثبت، اینجا منفی، پس صفحات بالا مثبتن، صفحات پایین منفیه. خب حالا ادامه ماجرا قشنگه. عشان نیروی الکتریکی به سمت بالا به بار وارد شده خلاف میدان، یعنی این بار من چی بوده؟ یعنی این کیوش منفیه. حالا ادامه میگه اگه با ثابت ماندن سایر کمیت ها فاصله بین دو صفحه رو دی سوم کاهش بدیم، به اندازه دی سوم کاهش بدیم، نمیگه بشه دی سوم، میگه اینقدر کاهشش بدیم. پس فاصله اگه دی بوده میشه دو سوم دی. شتاب حرکت ذره چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی خواهد بود؟ بچه حالت اول اف الکتریکی که مساوی میشه با ایکیو مساوی با ام جیه. وقتی که فاصله از دی به دو سوم دی تغییر میکنه، میدان تغییر میکنه. چرا؟ چون میدان بین صفحات رسانه ما میدونیم میشه وی تقسیم بر فاصله. حالت اول ویدیوم بوده، اما حالت دوم این دی عوض شده، شده دو سوم دی و اینم وی بوده که این مساوی میشه با سه دوم ویدیو. این به چه معناست؟ یعنی میدان یکونیم برابر میشه. حالت دوم میدان یکونیم برابر بشه، یعنی این نیروی یکونیم برابر میشه. یعنی اگه اف ای حالت اول با ام جی برابر بود، حالت دوم یکونیم برابر ام جی میشه. یعنی الان نیروی خالص ما چی میشه؟ نیروی خالص من میدونم یکونیم ام جی، منهای ام جی میشه نیم ام جی، یعنی یک دوم ام جی میشه. چون شتاب از من میخواد اینو مساوی ام آ میذارم، اما با هم میره و شتاب میشه جی دوم، جی هم 9.8 گرفتیم، آ مساوی میشه با 4.9 متر بر مجذور ثانیه. اما به کدام جهت؟ نیروی برآیند کجاست؟ بالا. نیرو بالا باشه شتاب هم به سمت بالا، 4.9 میشه به سمت بالا. انشالله که اشتباه سهوی انجام نداده باشیم. سوال 197 از خازن، سوال خوب راحت. مساحت هر یک از صفحات خازن اینقدره و عایقی با ثابت دیالکتریک اینقدر به این دو صفحه خازن به طور کامل پر کرده. اگه یک خازن رو به اختلاف پتانسیل 20 وصل کنیم، 180 پیکو کولون بار روی هر یک از صفحات ذخیره میشه. ضخامت ماده دیالکتریک چند میلی متره؟ ضخامت باید از تو فرمول ظرفیت خازن با ویژگی‌های هندسیش به دست بیاد، اما ما از اون کیو و وی میتونیم ظرفیت رو به دست بیاریم اول. چرا؟ چون که ما میدونیم کیو مساوی با سی وی، و کیوی که وقتی که 180 پیکو کولون باشه منفی 12، این مساویه با سی که نمیدونم چنده، وی هم که 20. نتیجه میگیرم ظرفیت خازن میشه 180 تقسیم بر 20، 9 ضرب در 10 به توان منفی 12. یکی از قلم نیفته فاراد میشه که این میشه 9 پیکو فاراد. این ظرفیت که 9 پیکو فاراده ما میدونیم مساویه با کا اپسیلون صفر آدیوم. خب بچه ها جایگزین میکنم، 9 پیکو، پیکو رو منفی 12 شو بذاریم، کا که گفته 10 بگیرید، اپسیلون که خودش سوال گفته 9 ضرب در 10 به توان منفی 12 بگیرید، آ رو گفته 9 دهم سانتی متر مربع بگیرید، سانتی متر 10 به توان منفی 4 مربعش داره و منفی 1 هم مال 9 دهم که میشه منفی 5 و یه دونه دی میفته اینجا. 9 ضرب در 10 به توان منفی 12 با این میزنم، یک مساوی میشه با 10 ضرب در 9 ضرب در 10 به توان منفی 5 تقسیم بر دی. دی واسه ما بر حسب متر به دست میاد 90. اینجوری بگم 9 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر، گفته چند میلی متره که میشه 9 دهم میلی متر. گزینه 1 میشه جواب ما. سوال بعدی 198، در مدار شکل مقابل با بستن کلید، چقدر سوالات خوبن، به ترتیب از راست به چپ توان خروجی باتری و عددی که ولسنج ایدال نشان میده چگونه تغییر میکنه؟ بچه توان خروجی باتری میخوای نظر بدی، باید حواست باشه بیای سراغ این نمودار توان بر حسب جریان یا توان بر حسب مقاومت، که من با جریانش رسم میکنم. توان بر حسب جریان رو باید بکشی و بعد بیای نظر بدی. میدونی توان خروجی از باتری بر حسب جریان به صورت یک سهمی میشه این شکلی. اینو بارهای بار سوال دادن و میدونی الان توی اینجا مقاومت خارجی معادلت و مقاومت داخلی برابره. میدونی این طرف نمودار، یعنی اینجا، یعنی این طرف ماجرا، این طرف سمت راست ماکسیموم ما، آر چون که جریان زیاده آر معادل باید کم باشه، کمتر از آر داخلی. اما این طرف که با رنگ توسی من هایلایت میکنم،
این طرف داستان متفاوته. اینجا آر معادل چون جریان کمه بیشتر از آر داخلیه. حالا بریم سوالو بخونیم. میگه کلیدو میبندیم توان خروجی باتری و عددی که ولسن نشون میده چه تغییراتی داره؟ بچا کلید بسته بشه یک مقاومت به صورت موازی اضافه میشه. مقاومت موازی اضافه بشه آر معادل مدار پایین میاد. پشت سرمه ولی خب رد شد. میبینید الان آر معادل پایین میاد. آر معادل پایین بیاد جریان کل افزایش پیدا میکنه. پس اون وی که وجود داره اختلاف پتانسیل 6 اوهمیه که در واقع اگه دقت کنید به دو سر باتری هم وصل شده اختلاف پتانسیل دو سر باتری رو نشون میده و ما میدونیم اختلاف پتانسیل دو سر باتری میشه ای منهای آی آر. چون آی زیاد شده این عبارت زیاد میشه و کل وی پایین میاد. خب این از این. پس ما فهمیدیم اون ولت سنج قسمت دوم کاهشه. اما در مورد قسمت اول توان خروجی باتری، بچه حالت اول آری که وجود داره آر معادل مدار 6 و 6 بزرگتر از 2، یعنی مثلا ما میافتیم این قسمته 6 بزرگتر از 2، مثلا ما میافتیم این قسمت نمودار توانی که ما داریم فرض کنید این باشه. اما وقتی اون 3 وصل میشه مقاومت معادل شما 6 و 3 موازی میشن میشه 2. 2 دقیقاً با آر داخلی برابر میشه، یعنی به ماکسیموم توان خودش میرسه، یعنی توان خروجی باتری زیاد میشه. پس قسمت اول افزایشه، جوابش میشه گزینه یک. سوال به این خوبی. سوال 199، دو تا مقاومت مشابه آر رو یک بار به صورت متوالی و یک بار به صورت موازی به دو سر یک باتری با مقاومت درونی آر متصل میکنیم. توان مصرفی مقاومت های خارجی متوالیش 48، موازیش 27، نسبت آر کوچیک به آر بزرگ چنده؟ نگاه کنید دو تا مقاومت داریم این هم با مقاومت آر، اینو یه بار به یه باتری میبندیم، به یه باتری با مقاومت داخلی آر میبندیم. خب این آر باشه، این آب ای باشه. توانی که اینجا وجود داره میشه 48 وات. خب من میدونم توان هر کدوم از اینا میشه 48 وات. در واقع چون که توان جریان یکسانی دارن اینا میشه دو تا آر آی دو. جریان اگه آی باشه توی مدار هر کدوم میشه آر آی دو، دو تا آر آی دو میشه 48. حالت دوم وقتی که میاد مقاومت ها رو میگه من میام موازی میبندم، مقاومت ها رو موازی میبندم به دو سر همون باتری. اتفاقی که میفته این باز ایه، این باز آره، این آره، اینم آره. ببینیم چه اتفاقی میفته اینجا و بحث توان چجوری میشه. نکنی توان میشه 27. من میدونم اگه اینجا جریان کل توی این حالت آی پریم باشه، تو رو خدا دقت کنید، اینجا آی پریم دوم سهم میبره، اینجا هم آی پریم دوم سهم میبره. میتونستید با وی هم حل کنید از طریق وی دو به آر، ولی من با آی رفتم. جفتشو میتونید بر حسب وی آر بنویسید. خب اتفاقی که میفته توان کلی ما شده 27. ما میدونیم توان میشه دو تا آر آی دو اینا، آرشون که آره، آیشون آی پریم دومه، یعنی توان دو برسه میشه آی پریم به توان دو چهارم. پس نتیجه‌ای که واسه من حاصل میشه اینا رو بر هم تقسیم میکنم، 48 تقسیم بر 27 مساوی میشه با دوها با هم میره، آرها با هم میره، یه آی دو میمونه و یه دونه یک چهارم آی پریم به توان دو میمونه. 4 میره بالا میاد اینجا، این 4 با 48 میزنم میشه 12، 12 رو به 3 بزنم میشه 4، 27 رو به 3 بزنم میشه 9. پس من نتیجه میگیرم آی ثانویه، آی به توان 2 به آی پریم به توان 2، اینجوری بگم بهتره، جذر اگه بگیرم 2 سوم مساویه با آی اولیه به آی پریم که توی موازی است. آی اولم که میگم مال قسمت سری ماجراست. بچه‌ها توی قسمت سری جریان بخوای بنویسی چجوری مینویسی؟ میگی ای، من دیگه به جای آی ها این می نویسم، یه تقسیم بر فرمولی که داریم آر معادل به اضافه آر داخلی میشه دو آر به اضافه آر داخلی. این طرف هم موازی بودن می نویسم ای موازی معادلشون میشه آر دوم به اضافه آر داخلی. ای ها با هم خط می خوره. اتفاق جذابی که می افته اینه که دو سوم مساوی میشه با آر دوم به اضافه آر تقسیم بر دو آر به اضافه آر. نتیجه نهایی طرف این وسط این میشه 4 آر
به اضافه دو آر مساوی است با سه دوم آر به اضافه سه آر. آر کوچیک مساوی میشه با چهار آر منهای یک و نیم آر بزرگ که مساوی میشه با دو نیم آر. نسبت آر کوچیک به آر بزرگ رو خواسته که میشه دو نیم یا پنج دوم توی گزینه ها، گزینه چهار واسه ما. سوال بعدی سوال 200 مقاومت معادل. سوال قبلی هم سوال سختی بودا. در مدار شکل زی تمام مقاومت ها مشابهن، معادل بین آ و ب چند برابر معادل بین ب و س؟ خب با نامگذاری حل میکنم، نمیتونم به راحتی تشخیص بدم. نامگذاری اول بین آ و ب، اینجا آ میشه، اینجا آ میشه، اینجا آ میشه، همه اینا آ و بی و سی هم که سر جای خودشون. پس ورود ما رو اگه آ بگیریم، خروجمون رو اگه بی بگیریم، یه سی همون وسط مسطا میفته. این بند خدا که دو سرش آ حذف میشه، میرسیم مثلا به این یکی، این بین آ و سیه، این سی هم وسط، این آ و سی که گذاشتم، اینم بین آ و سیه، یعنی موازی میشه با این یکی، اینم که گذاشتم، این بین آ و بیه، اینو بین آ و بی قرار میدیم، این خط میخوره. یه آ و بیه دیگه ما داریم، اونم خط میزنم، میشه چهار تا. یه دونم بی و سی داریم ما، اینم بی و سی. این از این معادلش چی میشه؟ فعلا دست نگه داریم. حالت دوم، حالت دوم میگه بین بی و بین بی و سی معادل بگیرید. بین بی و سی بخوایم معادل بگیریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی ورود ما بی باشه، خروج ما سی باشه. خب نامگذاری کنیم بچه ها، اینجا آه، اینجا آه، اینجا آه. یه دونه بی ورود میزنم، یه دونه هم سی خروج میزنم، آ این بار میفته وسط. خب این که بین بی و آه، این آر، اینم بین بی و آه، اینم خط خورد. این که اتصال کوتاه حذفه، یه بین بی و سی یه دونه آر داریم. حالا بی و سی رو خوب بنویسیم، این بین بی و سی خط خورد. یه دونه بین آ و سی داریم، این هم باز بین آ و سیه. خب این از این مقاومت ها رو کامل قرار دادیم بچه. حالا حالت اول و دوم مقایسه میکنیم، حالت اول و دوم مقایسه میکنیم. اینجا میشه آر دوم، این هم آره، کنار هم میشه سه دوم آر، اینا هم با هم میشه آر دوم. یعنی الان یه سه دوم آر از اون بالا داریم و یه دونه آر دوم از پایین داریم. معادل بگیریم، اینا موازی هم. موازی اینا بزرگه رو می نویسیم، سه دوم آر با آر دوم میشه سه نسبتش به اضافه یک، یعنی میشه مخرج چهار، دو رو هم بیار، سه آر هشتم حالت اول. حالت دوم این میشه آر دوم، این هم میشه آر دوم، میشه آر، اینجا هم آر، در مجموع میشه آر دوم. سه تا آر هشتم میگه چند برابر آر دومه، آرا با هم خط میخوره، میشه 6 هشتم و 3 چهارم میشه جواب ما این سوال. سوال 200. سوال 201 تعریفی، ولی خب مطمئنم خیلی نمیزن، اصلا دقت نکردن به اینو. یه کدام گزینه در مورد شیب مغناطیسی صحیحه؟ بچه شیب مغناطیسی چیه؟ شما اگه یک عقربه مغناطیسی رو توی هر نقطه ای از فضای اطراف کره زمین آویزان کنی، مثلا این عقربه مغناطیسی باشه قلمه، آویزان کنی، یه زاویه با افق پیدا میکنه، به این زاویه میگیم شیب مغناطیسی. و وابسته به اینه که کجای زمین قرار داشته باشی، قطب جنوب، قطب شمال، مرکز، نیمه نیم کره شمالی، نیم کره جنوبی، متفاوت این. و توی استوا افقی میشه، یعنی فقط توی استوا این اتفاق میفته. یه کدام گزینه درست در این مورد؟ زاویه بین محور میدان مغناطیسی و محور چرخش زمین است. خیلی چرت میگه. به این میگن زاویه مغناطیسی. شما میدونید کره زمین یه محوری داره و محور میدان مغناطیسی زمین هم یه زاویه باش میسازه. یعنی اینجوری هم دیگه رو قطع میکنن. اون زاویه تعریف اینه، نه شیب مغناطیسی. زاویه بین عقربه مغناطیسی آویخته شده با راستای قائم. غلطه. با راستای افق جواب ماست. در بیشتر نقاط زمین هم برابر صفر. به نظر من این غلطه، چون که توی استوا فقط همچین اتفاقی میفته. پس بیشتر نقاط زمین صفر نیست. سوال 202 یک سوال عالی.
میگه مطابق شکل زیر بارهای الکتریکی هم‌اندازه مثبت کی هم‌اندازن بارها مثبت Q1 و Q2 به موازات سیم حامل جریان الکتریکی آی به ترتیب با سرعت‌های V و 2V در حال حرکتند. نیروی مغناطیسی وارد بر هر یک از بارها چگونه است؟ خب اول بیاییم سراغ Q1. بچه ها میدان اطراف سیم ما نیاز داریم بلد باشیم. سمت راستش درون سو میشه، سمت چپش برون سو میشه. الان ما یک بار مثبت داریم، داره به سمت پایین مثلا حرکت میکنه. چهار انگشت دست راست ما باید به سمت پایین باشه. انجام بدید چون که ویدیو برعکس میفته. من چهار انگشتم به سمت پایین، خم شدنش به سمت خودم. نیرویی که به بار وارد میشه به این سمت میشه، هرچند توی ویدیو برای شما برعکس میفته. مثلا این میشه افش. اون یکی رو بخوام چک کنم میگم چهار انگشتم به سمت بالا، خم شدن در اون سو، افی که من به دست میارم دقیقاً مثل اون یکی میشه. پس به هم جهت بهشون نیرو وارد میشه. این جالبه اینو بدونیم. حالا من نوشتم اف اینجا رو بنویسم اف 1، اینجا رو اف 2. پس اگه نگاه کنم گزینه ها رو میگه خلاف جهت بهشون نیرو وارد میشه، خلاف جهت ها غلط، هم جهت بهشون نیرو وارد میشه. اما در مورد نیروها پرسیده بچه‌ها، نگاه کنید، اینو نمیدونم بشه با اطلاعات نظام جدید گفت یا نه، هر چقدر فاصله از سیم زیاد میشه، نگاه کنید فاصله Q1 دیه، این یکی فاصلهش 2 دیه، فاصله زیاد بشه میدان کم میشه و جالبه با فاصله رابطه عکس داره میدان، یعنی دقیقاً با فاصله رابطه عکس داره، توان دو هم اینا نداره، یعنی هرچی فاصله مثلا نصف بشه میدان هم نصف میشه، فاصله دو برابر بشه میدان نصف میشه، یعنی توی مخرجه. یعنی من میتونم بگم میدان مغناطیسی رابطه عکس داره با فاصله، فاصله رو مثلا من دی بگیرم، توان دو اینا ندارم. الان وقتی که فاصله یکی دو برابر اون یکیه، یعنی میدان توی اونجا نصف این یکیه، اما سرعت ها رو اگه دقت کنید یکی دو ویه یکی ویه، نیرویی که وارد میشه چجوری به دست میاد؟ نیرو میشد کیو وی بی سینوس آلفا، کالا اینجا سینوس 90 میشه کیو وی بی. بارها که یکسانه، میدان یکی دو برابر اون یکیه، میدان کی دو برابره؟ این میدانه، این دو برابره و جالبه سرعتش هم دو برابره، پس دو برابر با دو برابر میشه چهار برابر، یعنی نیرویی که داره به این وارد میشه خیلی بیشتر از اینه، چهار برابره. حالا اون چهارشو که من گفتم میدان فاصله رابطه داره، تو کتاب شما نیست، نظام قدیم بود، ولی خب حداقل دیگه ما میدونیم چون که این نزدیکتر، سرعتش هم بیشتره، یعنی هم میدانش قوی تر هم سرعتش بیشتره، قطعا وی در بیش ارزشش بیشتره، عدد بیشتری میشه و نیروی وارد بر بار Q1 بزرگتر میشه و هم جهت میشن، میشه گزینه 3. مساوی اصلا و ابدا نباید بزنی. 203 سیم لوله، قسمت سخت ماجرای فیزیک تموم شده، یعنی دیگه دهمش تقریبا ساده است، مغناطیسش تقریبا راحته. سیمی به طول 6 متر به صورت یک سیم لوله به طول 10 سانتی متر در میاریم و از آن جریان الکتریکی 2 آمپر عبور میدیم. اگه میدان مغناطیسی درون سیم لوله 12 گوس باشه، شار مغناطیسی که از هر حلقه عبور میکنه چند میکرو وبره. گزینه‌ها رو نگاه میکنم متفاوته. بچا من شار بخوام به دست بیارم مساوی میشه با B در A کوسینوس یه زاویه، چون که واسه خود سیم لوله میپرسه میدان بر حلقه هاش عمود این میشه یک، شار شما میشه B در A. بی رو خدا رو شکر دارید یه 12 باید جایگزین کنید در یه آی. آی هر حلقه سیم لوله رو ندارید، یعنی مثلا اگه من یه سیم لوله بکشم، یه سیم لوله خوشگل بخوایم بکشیم، این یه سیم لوله باشه، اون آیی که شما باید بذارید مساحت این حلقه های اینجاست. حالا بیاییم با هم سوال رو حل کنیم. من آر رو نیاز دارم، آر رو بخوام به دست بیارم قاعدتا باید یه پی آر دوی بنویسم، پی رو به من داده سه بگیرید، یه آری نیاز دارم به دست بیارم، یه قطری نیاز دارم واسه اونجایی که رنگ نارنجی زدم که حساب کنم. بچه میدان سیم لوله رو به ما داده 12 گوس، 12 ضرب در 10 به توان منفی 4، این مساویه با مو صفر 12 ضرب در 10 به توان منفی 7 داده، ضرب در انتعداد حلقه ها که نمیدونیم چند، طول سیم لوله 10 سانتی متر 1/10، ضرب در جریان 2 آمپر. خب حساب کتاب کنیم، 12 رو با این میزنم، 10 به توان منفی 4 با 10 به توان منفی 7 میشه 10 به توان منفی 3، 10 میاد بالا ضرب میشه 1 مساوی میشه با 20 n ضرب در 10 به توان منفی 3، n اینجا واسه ما به دست میاد 10 به توان مثبت 3 تقسیم بر 20، 1020 صد دوم میشه 50 تا. بچا تعداد حلقه های سیم لوله مساوی با طول اون سیمی که آوردیم به حلقه تبدیل کنیم 6 متر تقسیم بر محیط هر
حلقه پی دی. پی چنده؟ گفته پی رو 3 بگیر. پس نتیجه میگیرم این مساوی 50 میشه. دی رو ما میتونیم به دست بیاریم اینجا، 3 با 6 میزنیم 2، دی مساوی است با 2/50 یا 4/100 متر یا 4 سانتی متر. قطر 4، آر چنده؟ آرم میشه 2. شار میخوام 12 ضرب در پی آر 2 میشه 12 ضرب در 3. آر چنده؟ 2 به توان 2 4. چرا تبدیل نمی کنی؟ گزینه متفاوتن. 12 12 تا 144 تا گزینه رو میزنم که 144 داره گزینه 4. 204. عجب سوال خوشگل و ایده جالبیه. با جرم برابر از طلا و نقره آلیاژی ساخته ایم و 380 گرم از این آلیاژ داخل ظرفی پر از روغن به چگالی انقدر میاندازیم. وزن روغن بیرون ریخته چقدره؟ خب شما میدونید اگه یه ظرفی داشته باشید، فرض کنید این ظرف شما باشه، پر از روغن باشه، لبریز از روغن باشه، یه جسمی رو داخل این بندازیم، این جسم ما باشه، یه مقداری از این روغنه بیرون میریزه. جرم اینو میخواد. من حواسم باشه حجم این روغن بیرون ریخته مساوی حجم اون قطعه که انداختمون داخل. حجم ها رو به دست میاری و بعد میری سراغ جرم. خب بچه ها جرم برابر از طلا و نقره آلیاژ ساختیم، بعد اومده 380 گرم از این آلیاژ رو داده، ما حجمش رو نیاز داریم که به حجم روغن برسیم. خب ما چگالی آلیاژ رو نداریم، باید حساب کنیم. آقا چگالی مخلوط یا آلیاژ شما بخواید حساب کنید با جرم برابر، فرمولش رو حفظ باشید، ضرر نداره که این اثبات میشه. شما جمع اما تقسیم بر جمع حجم ها بنویسید، به جای حجم ها ام تقسیم بر رو بنویسید. ولی چیزی که به دست میاد به درد میخوره اینه که شما بنویسید دو تا رو ماده اول ضرب در رو ماده دوم تقسیم بر جمع روها میشه آلیاژ شما، چگالی آلیاژ شما. الان اینجا طلا و نقره یکی 11 یکی 19، دو ضرب در 11 ضرب در 19 تقسیم بر جمعشون 11 و 19 میشه 30، این میشه چگالی ما. الان ضرب نمی کنم، دو ضرب در 11 ضرب در 19 و تقسیم بر 30، خب این چگالیه، مساویه با ام تقسیم بر وی، 380 تقسیم بر وی. من دنبال وی فلزم، وی فلز با وی روغن برابره. 380 با 19 میزنیم میشه 20، 20 و با 2 میزنیم میشه 10. نتیجه میگیرم وی مساوی میشه با 311. چیو من میخوام؟ جرم روغن و این وی رو به دست آوردم، این دقیقا 311. خب ام روغن مساوی با حجمی که به دست آوردیم، ایشالا عددم درست باشه، 311 ضرب در چگالی 880، 88 با 11 اگه بره میشه 8 میشه 80، 3 8 24 هزار میشه این گرم. اوکی این میشه 24. چگالی رو 880 داده، اوه 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 کیلوگرم داده، من سانتی متر مکعب گذاشتم، اشتباه نکنم، اشتباه نکنم، عددم غلط در میاد انگار. میفهمم یا یک جواب یا دو، ولی خب 880 باید 88 بذارم. اگه 88 با 11 بود میشد 10، میشه 1/10 اینجا. پس عددی که من اینجا پیدا میکنم میشه 30. این چه کاریه 11 مخرج 88 اینجا، حواس ما کجاست؟ اینجا اگه 88 به 11 بود میشد 8، چرا گفتم 10؟ پس الان میشه 8/10، یعنی میشه 30 ضرب در 8 240 گرم، که 240 گرم ضرب در جی کنیم به کیلوگرم، ضرب در جی میشه ام جی، که میشه 2.4 نیوتن باید بشه. کجاشو ضربش رو اشتباه میکنیم به جواب دقیق نمیرسیم. حجم رو که به دست آوردیم 311 ضرب در چگالی 880 کیلوگرم بر دیگه، باید 88 بذارم دیگه، چرا 88 من میذارم؟ ما آب با اون عبارتش 1 میگیریم و هزار میشه، حواس نباشه اینه 300 ضرب در 88 صدم 11، این با این میره میشه 8، اینم با این میره میشه 3، میشه 24 گرم. بچه ها این میشه 24 گرم، به تبدیلش کنیم به نیوتن، جوابش میشه گزینه 2 واسه ما. خب اینم از این. 205 سوال ساده.
مقداری آب روی سطح شیشه ای چرب و مقداری جیوه روی سطح شیشه ای تمیز داریم، کدام مورد سعیه؟ بچه آب روی سطح شیشه ای چرب خوش، شما بهتر از من میدونید این اصلا نمیتونه سطح رو تر کنه، خیلی این معروفه دیگه. شما یه قطره آب بریز روی سطح شیشه ای چرب، تمیز نباشه، آب اینجوری قطره ای باقی میمونه. جیوه هم بندازید، جیوه هم اینجوری قطره ای باقی میمونه. ولی آب روی سطح تمیز اگه شما بریزید چه اتفاقی میفته؟ پخش میشه، ولی جیوه پخش نمیشه. الان آب روی سطح شیشه یه چرب، این آب باشه، فرض کن سطح شیشه سطح زیرینش چربه، همینجوری میمونه. و اگه جیوه باشه سطح شیشه هم تمیز باشه، بازم همینجوری میمونه، یعنی سطح رو تر نمیکنن. این گزینه رو نگاه بندازیم، آب و جیوه سطح شیشه رو تر نمیکنن، جوابش میشه گزینه 3 دیگه. از این ساده تر خب نمیتونست بیاد. سوال 206، عجب سوال خوبیه، ایده عالی سوال به نظر من، سختم است ها، هر دانش آموزی نمیزنه. در لوله یو شکل زیر شعاع مقطع سمت چپ دو برابر شعاع مقطع سمت راسته. بچه ها شعاع دو برابر باشه مساحت 4 برابره، پس سمت راست اگه مساحت آ باشه اینجا 4 آه، و جرم مایع آ یعنی مایع آ اینجا 50% بیشتر از جرم مایع بیه، یعنی مایع بی هم این طرفه. اگه شیر لوله رو باز کنیم، پس از رسیدن مجموعه به تعادل ارتفاع سطح آزاد مایع از پایین لوله چند سانتی متر میشه؟ چگالی کدومشون بیشتره؟ نمیدونیم، باید حساب کنیم که ببینیم اگه شیر رو باز کنیم اینجا شیر باز بشه کی پایین میاد. از اون جرم مایع آ که میگه 50% بیشتر استفاده میکنم. بچا ام آ 50% بیشتر از ام بیه، یعنی 3/2 ام بیه. میکنیم برابر دیگه، به جای ام آ میشه چی بذارم؟ چگالی آ ضرب در حجمش، مینویسم رو آ. حجمش چی میشه سمت آی ما؟ ارتفاعش که 20 سانتی متره، مقطعش که 4 آ، این باید مساوی باشه با 3/2 ام بی، میشه رو بی، مقطعش که آ، ارتفاعش که 40. آها رو با هم خط میزنیم، نتیجه میگیریم 80 تا رو آ مساوی با 60 تا رو بی، یعنی رو آ واسه من مساوی با 6/8 یا 3/4 رو بی. آها چگالیه که بیشتره؟ چگالیه که بیشتره؟ چگالیه بی بیشتره، بی میشه 4/3 آ. شیر رو باز میکنم سمت راست پایین میاد میره زیر آ. آقا چقدر پایین میاد؟ فرض کن از اینجا ایکس تا پایین میاد، اینجا وجود نداره، اینجا ایکس تا پایین بیاد میره زیر بی قرار میگیره، چقدر اینجا رو بالا میبره؟ ها چون که 4 برابره ایکس 4 اینجا رو بالا میبره، مایه آ هم که سر جای خودش به همون اندازه ایکس 4 بالا میرسه، دست نمیخوره. الان میام هم فشار میزنم، هم فشاری که من میزنم میشه اینجا. خب اینجا الان این ارتفاع مفید مایه بی، چگالی بی ضرب در ارتفاعش بچه‌ها 40 بوده، خب یه دونه ایکس کم شده، یه دونه ایکس 4 هم کم شده، ایکس منهای ایکس 4 منهای 5/4 ایکس میشه، مساوی میشه با اون طرف. رو آ رو داریم، ارتفاعش که 20 اون عوض نشد. من میتونم به جای رو آ 3/4 رو بی بزنم، چون که اینو به دست آوردم 3/4 رو بی. رو بی ها رو با هم میزنیم، نتیجه میگیریم 40 منهای 5/4 ایکس مساویست با 15. 40 منهای چه کوفتی میشه 15؟ 25، یعنی 5/4 ایکس مساوی 25، ایکس مساوی میشه با 20 برای ما، درسته؟ بله، ایکس مساوی است با 20 سانتی متر، یعنی 20. حالا خواسته سوال چیه؟ میگه ارتفاع سطح آزاد مایع آ از پایین لوله چند میشه؟ بچه ها خودش که 20 تا داره، یه ایکس 4 هم اینجا داره، ایکس ما 20، یعنی 5 سانتی متر هم زیرشه، کلا میشه 25 سانتی متر، جوابش میشه گزینه 2. عجب سوال سنگینی بودی. سوال 207، ترکیب خفن حرکت شناسی با کار و انرژی. نمودار مکان زمان متحرکی به جرم 500 گرم روی محور X حرکت می کند مطابق شکل بزرگی شتاب متوسط، بزرگی گفته، اندازه گفته، توی بازه زمانی 0 تا 4 2.5. کار برایند نیروهای وارد برجست توی این بازه زمانی چند جوله؟ کار برایند ازت میخواد باید دلتا کا مساوی W کل بذاری، شما دلتا کا رو بنویسی حله، یعنی نیازمند وی ها هستی چون جرم رو هم داری. اینجا سر 4 ثانیه سرعت نهایی شما 0 شده، اما سرعت اولیه شما منفیه، پس شتاب متوسطی که به شما داده مقدارش، این که گفت اندازش 2.5، باید بدونی این مثبته. چرا؟ چون منفی شده 0، سرعت زیاد شده، دلتا وی مثبته، این 2.5 شما مساویه با دلتا وی
به دلتا تی دلتا وی وی ثانوی صفر منهای وی اولیه تقسیم بر دلتا تی 4. البته بگم چون که توان دو میزنی اصلا مهمم نبود چی به دست بیاری. پس نتیجه میگیری وی اولیه شما منفی 10. اوکی منفی 10 و همین منفی 10. دلتا کا میخوای، دلتا کا همون کار کل میشه 1/2 ام، ام 500 گرم نیم کیلو، 1/2 ام وی ثانوی صفر وی اولیه منفی 10 به توان 2 میشه 100، میشه 104 منفی 25 جول. گزینه 2 میشه جواب ما برای این سوال. سوال عالی بود به نظر من، عالی بود. سوال 208 یک سوال سنگین محاسباتی ولی خیلی محتمل همچین چیزی بیاد. مطابق شکل زیر جسمی با سرعت اولیه 20 از پایین سطح شیبداری به طرف بالا پرتاب میشه. اگر به ازای هر متری که بالا میرویم 2% از انرژی جنبشی اولیه تلف بشه، این جسم حداکثر چه مسافتی رو بر حسب متر روی سطح شیبدار بالا میره؟ خب اینجا یه انرژی جنبشی اولیه داره بچه‌ها، پایین پایین فقط انرژی جنبشی دارید. 1/2 ام در وی به توان 2 میشه 400. فرض کنید این بالا میاد، مثلا تا اینجا میاد، به اینجا میرسه، یه دونه ام جی هاش پیدا میکنه این بالا. خب من نمیدونم چه هاشی رو بالا میاد، نمیدونم، اینو یه هاشی میگیرم و فاصله ای هم که روی سطح شیب دار طی میکنه اسمشو میذارم ایکس. پس اون بالای بالا یه دونه ام جی هاش داره به اضافه اتلاف انرژی. خیلی مهمه این اتلاف انرژی رو درست بنویسی. خب گفته اتلاف انرژی من هر متر که بالا میرم 2% انرژی جنبشی اولیه است. یعنی بچه ها معادله من این شکلی میشه، میشه 1/2 ام وی 2 که میشه 400 مساوی با ام جی هاش اتلاف انرژی رو میگم چقدر بالا میره، x متر. چند درصد از اون اولیه رو تلف میکنه؟ 2%. 2% 1/2 ام وی 2. خب اما رو الان مشترکه، میتونم بزنم. خواسته سوالم از من اینه که جسم حداکثر چه مقدار بالا میره. خب یه h دارم یه x، h و x رابطه شون رو من میدونم. چرا؟ چون سینوس 37 رو دارم. سینوس 37 6/10 مساوی با مقابل h به وتر که x. یعنی من میتونم h یا x رو حذف کنم، چون که h اضافه است. چقدر بالا میره x رو میخوام، h رو مینویسیم بر حسب x، بگیم 6/10 x مساوی میشه با h. جایگزین کن، 1/2 400 مساوی با 210 ضرب در 6/10 x به اضافه 100 با 400 میزنیم میشه 4، 4 2 تا 8 تا میشه 8 x و 10 هم با این میزنیم کلن میشه 14 x. امیدوارم اشتباه نکرده باشیم. این دو هم با این دو البته میزنیم، اینجا میشه 4، اینجا میشه 4. نتیجه میگیریم 6x به اضافه 4x مساوی با 200. xی که ما به دست میاریم مساوی با 20 متر ما میتونیم روی سطح شیبدار بالا بریم. واقعا سوال خوب و سنگینی بود به نظر من، که ممکنه خوب هست، ممکنه توی کنکور بیاد، در راستای کنکوره، خیلی در راستای کنکور، شبیهش هم اومده. یعنی محاسباتشو باید دقیق بنویسی. سوال 209 درون گرماسنجی با ظرفیت گرمایی اینقدر مقدار نیم کیلوگرم آب با دمای 10 وجود داره، یک قطعه مس به جرم اینقدر و دمای اینقدر وارد گرماسنج میکنیم، در این حالت دمای تعادل میشه 20، گرمای ویژه مس یعنی سی ام اس چنده؟ خب توی این ماجرا پایستگی گرمایی، یکی گرما میده یکی گرما میگیره، اونایی که گرما میدن گرماشون رو حساب میکنیم، مساوی اونایی میذاریم که گرما میگیرن. خب اینجا ظرفیت گرمایی ظرف و آبی که داریم دماش 10، مس هم 120، پس مس گرما میده. چقدر گرما میده؟ ام سی دلتا تتا. ام چنده؟ 6/10. سی چنده؟ نمیدونم. دلتا تتاش چنده؟ از 120 به 20 میرسه میشه 100، مساوی با کی گرما میگیره؟ ظرف و آب. ظرف و ظرفیت گرماییشو داریم، یعنی ام در سی شو داریم 150. دمای تعادل چند میشه؟ میشه 20. دمای اولیه چند بوده؟ 10. چقدر بالا رفته؟ 10 تا. این میشه واسه ظرف. به اضافه آب چقدر؟ نیم کیلو. ظرفیت گرمایی چنده؟ 4/200. دلتا تتاش چنده؟ 10 شده 20، 10 تا میره بالا. خب اصلا این معادله مینویسی به جواب میرسه دیگه. این میشه 1500 تا به اضافه 5 تا 4/200، 5 تا 4 تا میشه 21000. درست میگه این؟ بله. خب این میشه 22500 مساوی با 6/10 سی، یعنی عددی که ما به دست میاریم 22500 تقسیم بر، درست بریم ایشالا اشتباه نکنیم. خب درسته دیگه، یه 6/10 ضرب در 100 هم داریم، این 10 و
با این 100 میزنم میشه 10، 10 و با یکی از صفرا میزنم سی مس که دنبالشیم میشه 2250 تقسیم بر 6. عدد چند میشه؟ به 3 بزنیم 2 میشه 750، دوم میشه 375، گزینه 4. و آخرین سوال، سوال خفن، واقعا خفن. به مکعب فلزی توخالی که حجم ظاهری آن انقدره و جرم آن انقدره گرما میدیم تا دمایش 150 تا بالا بره. اگه چگالی بخش فلزی مکعب این مقدار باشه، تغییر حجم درون تغییر کنه حجم حفره چقدر زیاد میشه؟ بچه یه مکعب فلزی داریم تو خالیه، حجم ظاهری 320، جرمش 900 گرمه، گرما میدیم دمای 150 تا بالا میره. اگه چگالی بخش فلزی مکعب 90 تا کم بشه، حجم حفره درون مکعب چقدر افزایش پیدا میکنه؟ بچه اینکه حجم حفره درون مکعب چقدر افزایش پیدا میکنه، دلتا وی میخوایم، باید وی اولیه حفره رو داشته باشیم، ضرب در بتاش یعنی اون ضریب انبساط حجمی رو ما داشته باشیم، یعنی در واقع سه آلفا رو انگار داشته باشیم که داریم خوشبختانه. چرا؟ چون که 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 آلفا رو به ما داده که ما سه آلفا رو داریم، یه ضرب در دلتا تتا باید کنیم که به جواب برسیم، یعنی ما دلتا تتا و وی حفره الان نداریم. این که میگه گرما بهش میدم دمای 150 تا بالا میره، چگالی مکعب انقدر تغییر میکنه، ببین چی رو داره به من میگه. این تغییر چگالی که 90 کیلوگرم بر متر مکعب، من وارد بازی منفیش نمیشم، میدونم تغییرات چگالی منفی داره، این 90 مساوی است با چگالی اولیه بخش فلزی یعنی اونجایی که ماده اشغال شده، ضرب در 3 تا آلفا یعنی 3، ضرب در 4 که میشه 12، ضرب در 10 به توان منفی 5، ضرب در دلتا تتا 150 تا این اتفاق بیفته اینجوری تغییر میکنه. از اینجا رو 1 به دست میاد، رو 1 مساوی میشه با 90 ضرب در 10 به توان مثبت 5 تقسیم بر 12 ضرب در 150. خب 90 با 150 صفراش میره، به 3 میزنیم میشه 3، 15 رو به 3 میزنم میشه 5، 3 رو به 3 میزنم میشه 1، 12 رو به 3 میزنم میشه 4، مخرج 20، صورت 10 به توان 5 یعنی 10,020 یا 1,002. چگالی مکعب 500. بچه چگالی خیلی مهمه، این چگالی اولیه که ما داریم مساوی 500 کیلوگرم بر متر مکعبه، 500 کیلوگرم بر متر مکعبه، کیلوگرم بر متر مکعب دیگه، بله یک کاش SI نوشتیم، این مساوی با امی که ما داریم 9 دهم به وی واقعی که ما داریم. یعنی من وی واقعی رو، البته اینو بگم بهتره که 500 ننویسیم دیگه، چرا خودمون اذیت کنیم، رو تقسیم بر 1000 کنیم، نیم بنویسیم، یک دوم. البته بچه این میشه 5000، 10000 تقسیم بر 2 میشه 5000، اعدادش میبینم منطقی تر نمیاد، میشه 5000. من 5 میگیرم اینو و ام که 900 گرمه تقسیم بر وی واقعی، وی واقعی اینجا به دست میاد، من یه واقعی می نویسم کنارش که بدونید ماجرا چیه، 900 تقسیم بر 5 میشه 180 تاش واقعیه. بچه ظاهریش چقدر؟ 320، یعنی چقدر وی حفره بوده؟ ماشالله 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 140 تا حفره بوده. تموم شد، بیا جایگزین کن اینجا 140 واسه حفره میذارم، گزینه ها متفاوته، 140 و 14 میذارم، 3 آلفا 3 4 تا 12 میذارم، دلتا تتا 150 15 میذارم. خب این 10 تا 15 تا میشه 150 میشه 180، 18 میذارم ضرب در 14، 10 تا 18 تا میشه 180 تا، 4 تا 18 تا درست میگیم 4 10 40 4 8 32 میشه 72 میشه 252، اونیو میزنیم که 252 داره گزینه 3 واسه ما. عالی بود آزمون امروز، واقعا یکی از بهترین آزموناییه که این چند وقت تحلیل کردم. قلمچیا به جز هفته قبل که سطحش پایین تر بود، ستای آخر دوتاش واقعا در سطح کنکورهای 99 و 400 و حس میکنم 401 بود. ایشالا که تونسته باشم توی این مدت واسه تون مفید بوده باشم با تحلیل سوالاتی که داشتیم و بهترین نتیجه رو واسه همه شما آرزو دارم. آخرین آزمونیه که تحلیل کردیم و توی کانال و آپارات میذاریم. خیلی دوست دارم اگه توی آپارات میبینید لایک کنید، کامنت بذارید و توی تلگرام هم به بقیه بچه ها معرفی
کنید. بازم تاکید میکنم بچه من اینو بدون پاسخ اولیه چک کردم، یعنی پاسخ نبوده، همش حل خودم بوده. امیدوارم که 100% هر 3 تا سوالو درست زده باشیم. موفق باشید، خدا نگهدارتون.